نظرم باز رو باب خانم دست گل باب داد و این دفعه این همسایش رو بیرون کرده. تفلک ببین چقدر ناره. آره پسر خوبی هم هست. باید هر جور شده فعلا اونو ببریم تو خونه خودمون. شما که دو تا اتاق بیشتر نداریم. باشه یکی هم میدیم به این جوون. سلام آمو طبی. سلام علی آقا. به نظرم کرای خونتون عقب افتاده درسته؟ آره درسته. عب نداره پسرم، زندگی پسی و بلندی زیاد داره. فعلا بلند شو بریم خونه ما تا بعدن یه جره پیدا کنیم. دست شما درد نکنه. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. شما به من خیلی محبت کردید. این حرفا چیه؟ تشکر برای چی؟ این کار وظیفه هر انسونیه. تو این شهر غریبی. نمیخوام خیال کنی همه مردم مثل رباب خانم هستن. البته که نیستم. هرچند رباب خانومم گناهی نداره. من خودم مقصرم که نتونستم 4 ماه کرایه عقب افتاده شو بدم. خب من با عزتون یه سر میرم بیرون و شب برمیگردم. ببینم خوشگله؟ چی خوشگله؟ همونی که میخوای بری بهش سر بزنی نامزدتو میگم. نه من نامزد ندارم. من میرم دوچرخم رو بفروشم. برای چی؟ اگه پول بول میخوای بگو. نه یه موضوعی که بعدم واسه تون تعریف میکنم. فعلا خدافظ. خدا نگهدار. زودتر بیا، من فقط همین امشب مهمونم. چشم، زود میام. خدافظ. خدافظ. پسر خوبیه مگه نه؟ 4, 5, 6, 7, 8, 9. بیا داداش خیرشو ببینی. خیلی ممنونم. خوش اومدی.
دیدنتونه؟ خیلی معذرت خواهم، رفت بودم تلفن خونه که به شهرمون تلفن کنم. تلفن کردی؟ نه، خط خراب بود. چی شده؟ نکنه ناخوش شدی؟ نمیدونم، ولی حالم خوش نیست. با عزتون میرم تو اتاقم بخوابم. نمیشه، عمون گفت که امشب باید شام بیای پیش ما. آخه حالا هم مرغ سرخ کرده داریم هم به خدا. تو از هر کدوم خواستی بخوری. بفرمایید. باشه. بی خود منتظر مرغ سرخ کرده نباش، همینو داریم که میبینی. از سلامم زیاده. شام اصل کاریمون نون و پنیر و سبزی. نخودابم برای عموم درست کرد. آخه سینش درد میکنه. قسمت منم شد. به به، خیلی خوشمزه است. دست درد نکنه. کجاشو دیدین؟ من غذاهایی میپزم که انگشتاتم باهاش میخوری. خب من باش تلفنی حرف بزنم، ولی خط خراب بود. حالا تصمیم دارم فردا برم شهرمون. آره بیچاره، نمیدونم، شاید فکر کردم حالا که هنرستان صنعتی تعطیله برم پیشش. آخه خونه و زندگی ما تو شاهیه. شاهی؟ عالی شد. فردا فاتی هم میخواد بره محلشون. آخه فاتی و خواهرش تو سرخ‌آباد اون طرف پل ورز یه قهوه خونه دارن، یعنی از باباشون بهشون ارث رسیده، حالا خودشون قهوه خونه رو اداره میکنن. عجب، پس باید دخترای زرنگی باشن. کجاشو دیدیم؟ من آبجین 40 مرد رو انگشتمون رو چرخونیم، اگه بیای خودت میبینی. ببین پسرم، اگه برات زحمت نی فاتیرم فردا با خودت ببر. اون سر را نزدیک قهوه خونه پیاده میشه، دختر تنها مسافرت نره بهتره. چی داری میگی عمو جون؟ من خودم یه پا مردم. میدونم دخترم، تو خواهرت واقعا شیرزن هستی، ولی با وجود این تنها نری بهتره. حق با عمو تقیه. فردا صبح میریم راه آهن و بلیط میگیریم و حرکت میکنیم. چه جو؟ نمیدونم، یا سرم گیج رفت. رنگت هم پریده، پاشو برو استراحت کن، باید صبح زود راه بیفتیم. به این قنجا خوب بخور، سکت سکت دست درده کن. بهتر شدی؟ آره. خب باقی حرفتو بزن، داشتی راجع به اومدن ترونت حرف میزنی. من که همه رو برای تعریف کردم، سماور قهوه خونه خراب شده بود، اومدم سماور بخرم. چقدر سرت داغ شده، به نظرم تب کردی. برم برات قرص پیدا کنم. نه خیلی متشکرم، تو امروز خیلی برای من زحمت کشیدی. خب داشتی از خواهرت برام تعریف میکردی. آره، طفلک معلوم نیست این چند روز که من نبودم قهوه خونه رو دستنایی چجوری چرخونده. حتما تا حالا دیوونه شده. دیوونه شدم. یه کمی یواشتر، آسیابم به نوبت بابا. و ها بفرما، الان میارم. بفرما دو چای بابا بده. تا که نمیتونی قهوه خونه رو به چرخونی، بیچاره درشو تخته کنی گل خانم. جون من، هر کی میخوره نون و پنیر تو دیگه سرتو بذار بمیره. بفرما خانم جون، این مال شماست. به نظر من اگه دو تا شاگرد خوشگل مثل خودت بیاری کارت خیلی ساکه میشه. آره، اما میترسم قیافه قزمی که تو رو ببینن و از ترس سکته کنن. آخه شما که افت گلی بر نمیان، چرا با شوخی میکنی؟ بینم گلی، میگم نکنه آبجی شوهر موهری تو تهرون به تور زده که اینقدر دیر کرد. قربون دهنت ابرام آقا، خوب شد یادم انداختی. قراره امروز بیاد، بینم قطار کی میرسه ها؟ اگه تأخیر نداشته باشه نیم ساعت دیگه میرسه. خب پس بهتره من زودتر برم. آها قهوه کی؟ چیه؟ دو دانه چایه. کوف بخوری. یه خورده دندون رو جگر بذار الان برمیگردم. نایمدی. ارث و میراث هم به تو نمیرسه. مرده خوره بعد وقت. حالا خودم واسه تو چای میریزم. هی یالا.
تعارف نکن. تو با این حالت نمیتونی بری. باید یکی دو روز پیش ما بمونی تا حالت خوب بشه. نه، مزاحم نمیشه. باز گفت مزاحم. بابا این حرفا تو ماها نیستن. را گلی جون سلام. سلام فاتی جون، چرا نمیای پایین؟ بیا بالا، کارت دارم. اومدم. سلام. سلام فاتی جون. سماور خریدی؟ آره، تو کوپه. خب زمنان باید با یه نفرم آشنا بشی. کی؟ بعدن برات میگم. عمو تقی منو دست اون سپرده. از درون که را افتادیم حالش زیاد بد نبود، اما حالا خیلی خراب شد. نمیتونه تا شهرش میده. باید هر طور شده یکی دو روز اینجا نگرش داریم تا حالش خوب بشه. بریم ببینیم کی. بریم. علی آقا، علی آقا بلند شو بریم. آجی اومده، نگاه کن. سلام خانم. سلام آقا، بلند شید. زود باشین، الان قطار حرکت میکنه. اجازه بدید. اجازه دیگه بی اجازه. هر کاری من میگم باید بکنی. آخه دیگه آخه او خم نداره. مگه با این حالت میتونی تا شهرتون بری؟ پاشو اینقدر ناز نکن. نمیدونم چی بگم. به دو تا دختر خوشگل چی میتونی بگی آخه؟ یالا بجون دیگه. میترسم تکون بخوره حالش بدتر بشه. چی شد؟ چرا وایسادی؟ هیچ. ببین چی میگم، تو اونو ببرش خونه تا من برم حکیم باشی و خبرش کنم بیاد. خیلی خوب. زود باش را بیفت. نگاه کن. ها. به حکیم باشی بگو منم اومدم. حکیم باشی وارد میشود. سلام. سلام علیکم. علیک السلام. علیک السلام. بشین بشین. مامان چه؟ قبضه باون یه ملاقه دو ملاقه بده به این دوتا جوان. حکیم باشی جان. جانی جانان این برای یک دیده بزن. چیه جانم درده ایشان؟ در کشی گفت ببینم. عرشیدی جان بودو زود بش بده سلفات دو زود. چش مداواد میکنم تخم و مرغ و مال کیه؟ معلومه که مال ماست. دید زدم سی تا بالاست. آره شیدی جان. جان جانا سه ملاقب بوده با ایشان. چش برو جانم به سلامت. آفرین به این تبابت. قلبشم تونتون که داره میزنه مثل این که آسپاسه این بابا. پس الهی گردنش هم بشکنه. آرشید جان دیگه ایشان نمیخواد گلگاب زبان. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. چش بشین بابا. حالا بریم به حیوانات هم یه سری بزنیم. چه اولاقی قل چماقی، چه دومی عجب دماقی. این اولاقی چه چلاقی. آرشی جان جان جانا این اولاقی یه ملاقه. چشم
چیه دردش؟ چی آوردش؟ این قشنگه هست باهاش توی جانم، جانی جانم الانه میدم دواش واسه این که توی باهاش زوده زوده میدم شفاش اونقدر توپی نیا دیگه بل کن جونه با نگاه کن رشید به اینجا قوزکش درد میکنه اون قشنگه به رشید جان داره چشمک بزنه اون اگر تو را میخواد بذر جانش در بیاد اون اگر تو را میخواد بذر جانش در بیاد حکیم باشی حکیم باشی بودو تو چرا بودو هم جان؟ یه مریض بدحال هست که باید بیای بالا سرش بنده وقت ندارم جانم قبلا باید از منشی من وقت ملاقات بگیری نمیای؟ نه نمیای که تو میمیری اگه بیام خیلی خوب پس اینو بدون که فاطیه هم از تهران اومده خیلی اخ جون وادی جون وادی بلی یاد نمیدم چطور شد آقا کجا تشریف میبارن؟ پیش فاتی جانم فاتی جانو درد بیدرمند بلا گرفته یه کاری نکن تو ما میسول فاتی سو در تو شکم تو قلی بکنم آخه مرتی که تو چی کاری به نمزد بنده میگی جان پوش بابا نبه باره نبه داره نمزد بنده میای یا نه حیف که کار دارم مثلا اگه کار نداشتی چی کار میکرده هیچی من با تو جگر میدوانم بکنم اگه نمیای من برم میام چشم چشمه بندم کور میشه آخه ناب و سر و سرم داره میترکه برو سلفتی سود بخور جانم بابا عرشی جان بهترین دواها رو وردار تا بریم خدمت مریض گولی جانم منظورت همین کلکفزه برو سلفتی سود آهانیه پس تشلیف بقیه مریضه چی میشه؟ الان دستورات لازم را میدیه و تمام مریضای دست راسی کلکفزه بان بخورن و مریضای دست چپی سلفتی سود حق معالجه رم بعدم برای بنده بیارید بریم جانم کجا داری میری؟ من حالم خوب نیست حکیم باشی درک سلفت سود بخور جانم این خانم سه روز وقت ملاقات گرفته ویزیتم سو برابر داده باید برم سر مریضش ما آمدیم کسی چادر سرش نباشه بفرمایید سلام فاتی جان بیا توره بودو آمدم سلام فاتی جان سلام الهی که اون درد بلایی تو بخورد وسط سر خود اول مریض بعد عشق بازی نه خیر نمیذاره با کار ما برسیم ده برس مریض چل سرتا کرد لاف پرسیه رو بزنی کنار قلبش کجاست اوه چی شد کازت گیره؟ عجب طبی داره 82 درجه بالاست ببینم این جوان تازگی ها عاشق پاشق نشده چرا پرتا پلا میگیم من؟ باز تو حرف زدی بسر یه ملاقه گلگ آبزبان بده بهش گلگ آبزبان؟ میخوای سلفت سود بدم سلفت دو سود؟ خب بله دی قربان مریض بنده یا با اون معالجه میشد یا با این دی یا با هیچ کدوم ها قدل خداحافظه رو میخون نه لا اله الا الله لیر نمیشه تو حرف نزینی ها نه زنگ سوال بابا جی من میرم قهوه خونه مشتری ها رو را بندازم حکیم ناشی جون جان دی برد که تموم شد بیا پیش من چشم کارم تمام شد آمدم تا ببینم روی ماه تو منم آمدم تا ببینم روی نخت تو دیرین خدایا خودت این جوانو شفا بده فاتی جان بکار مشتری این بر تشنه شد حکیم ناشی جون جان حکیم باشی چایارو بذار جلوی مشتری چشم لایگه حکیم باشی فدای تو باشد چشم الان پشت پا بفرما قربان اینم یه چای سنگ پهلو درارارو بفرما ای خدا افتادش این دوانه گوش کن چی میگم خوب همه جفت نگم پیدا شد
با جانتون نباشد با مرگ رشید من اگر بخواد بیادبانه با تو حرف بزند اونچنان توی فکش میزنم. آجابه چی داری حرف بزنی؟ سلام عرض کردم قربان مخلصم. رجب پاشه های موزعیم است. فاتی جان میگه دخیرن پاشه های موزعیم زیاد فراوان است. اوخ یه دنی اینجا نشسته با نظرم. آها کشتم جفتش. اوخش دیدی زدم؟ بالاخره اومدی ها؟ یه چایی بردار بیار بینم. با اجازه جناب علی. بده من اون چوب جنازه ره. دلم میخواد این چاییو با دست خودت بدی من بخورم. دمی دستم رو دل کنی آخ پسر. آی خدا ای وای ترش کرد. بله اون بیسم چوب دهنده بگیرم. این بی خودی میخنده. چایی بزنم چای بفرمایی. بابول هوایج خودت به من کمک کن. من هیچ وقت از این در ناامید بیرون نرفتم. حالا اومدم که سلامتی اونو از تو بخوام. اگه علی از رخت خواب مریضی بلند بشه و خوب خوب بشه من 5 تا شمع اینجا روشن میکنم. بله جریان اینجوری بود. خلاصه به جان عزیزی شماها به مرگ تو رشید با دست خودم کفن کردم. اگه بخوام دروغ بگویم ببینم منو کفن کردو. مثلا عرض کردم آقا زده. مثلا بده من چاییجا. مثلا عرض کردم. خود ارم که دیگه نیسو آدمه. اگه درست آدم حسابی بود چقدر جانشو دوست داشت. که چخانتو بکن. خلاصه وقتی رسیدم بالا سر مریض یهو دیدم انگار خانه خراب 25 سالگی مرده. عجب. نه نبزش میزد نه نفسش در میامد نه قلبش تلاپ طلوب میکرد. ولی به محض این که پامو گذاشتم تو اتاق بالا سر مریض دیدم مشتی سلای ناخوش. یک دفعه چشمشو باز کرد من نگاه کرد گفت جناب حکیم باشی سلام. پیچو عافیت باشد. نفهمیدم منو مسخره میکنی؟ اختیارین بار چی داری بگی؟ شما خودتو مسخره هستی. ایوهنس شاهد باشید. حالا من الان اینی میکشم پوستشم گلفتی میکنم تویش گل گبزبان میدید. نامرد اگه مردی بایزدی نامردم رو دارید یه بایزدی نامردی چه غلوازی بایزد من پوستی دوره بکنم دوره نامردی یه بایزد ایلای سابقا بکنه بیمید. راستی ببینم گلی کجا آتی چند روزی کمتر تو گربه خونه پیداش میشه. مریض داشتی سه شبه تموم از بالایی سر اون تکون نخ. اما امروز با گاری رفته از ده تا این یه خود زغال بیار. خب حال مریض چطوره ها؟ بهتره امروز را افتده. تکون بخور الان قطار
داره از پایتی چطور توی علی؟ زود باش الان قطار میرسه. No.
سرمون به قهوه خونه ما صفا آوردیم، یه عالم سفر را اینجا آوردیم، به قهوه خونه ما صفا آوردیم، یه عالم سفر را اینجا آوردیم. پول نداشتم قرض کردم. سلام کجا؟ آدم تو خونم داری ممنا بابا شوخی کردم، این شوخی هم سرش نمیشه جان کفت کاری، شوخی ناموسی نداری، ما اون مال منه. پس یه باشه که جان ببینم تو حالت خوب شده؟ میبینی که خوبم. هم راست میگی، تبت هم بریده، الهی صد هزار مرتبه شکر، همون چیزی که از خدا میخواستم. وای خوب شد یادم اومد. چی یادت اومد؟ همین الان برمیگردم. قبول باشه، به نظرم برای کسی چیزی نذر کرده بودی، درسته؟ آره برای تو نذر کرده بودم که اگه خوب بشی 5 تا شم اینجا روشن کنم. متشکرم، تو خیلی به من محبت کردی، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. به هر حال من باید امروز از اینجا برم، اما تا آخر عمر خوبی های تو رو فراموش نمی کنم. چی شده باری؟ تو میخوای بری؟ آره جریان پدرمو که برات گفتم، باید حتما برم ببینمش. ببینم تو ناراحت شدی؟ آخه امشب شب عیده، ما رسممون نیست که مهمون از خونمون بریم. خب من که مهمون نیستم، ولی من دلم میخواد امشب تو بمونی، میخوام پای هفت‌سینی که من میچینم تو هم باشی. آخه مرد حسابی زدم، اینم شد هفت‌سین ساتور رو
سپایه و سنگ پا و سنگک و چنگک شد حفظی؟ آخه تو که نمیفهمی، این هر کدام به درد یه کاری میخوره. دلم میخواد با این ساتور گردنت بزنم، بعد تو رو بادرم با چنگک آویزنت کنم، بعد تیکه تیکت بکنم، گوشت بکشم به سیخ و بذارم رو سپایه سرخت بکنم، اون وقت با سماغ و سنگک تو را بخورم. پس تو تا حالا آدم خور بودی و ما نمیدونستی؟ لا اله الا الله، ببین شبایدی میزنیم با راحت باشیم. آخر یه تو با حفظین چی قدری اخو باسر؟ اتفاقا باید کار داشته باشم. آقا وقتی سر تعبیل میشه ما از کجا بفهمیم؟ یه رادیو شکستم داشته که بخشیده به فاتح جنم. ها چشمت کور شد، دلم خواست. فاتی جان منه، عمر منه، دیدی؟ شیشه که پاپوره داشت کنه. لا اله الا الله، کاری بکن بزنم تو رو داغم بکنم مغزتا. پاپا بگم منه بزنی؟ نه خیر، این مغز بی صاحب منه بزنی. حالا بیا یک دیدنی بکنیم، بیا. هنوز که عید نشده. من خیال میکنم شده، توپ مادر رفته، بیا جلو، بیا بیا دی بالا، بیا ناز نکن. این شما مبارک. خیلی خوب است دیگه. عیده منه ور منه. ایدی؟ بله. برو یه ملاقه گلگاب زبان به حساب بنده بخور. گلگاب زبان؟ بله دی، نمیخوای سلفاد سود بخور، اگه نخوری پشیمان میشم. ها توجه بفرمایید، 40 ثانیه به آغاز سال نو مانده است. پارسال این وقت بابامون زنده بود، یادم درست روبروی من همین جای فاتی نشسته بود. در عرض یه سال همه چی عوض شد. بابا رفت و راحتی و بیخیالی مام تموم شد. بعدشم من و فاتی مجبور شدیم واسه یه لقمه نون کار کنیم و با این آدم های جور و جور سر و کله بزنیم. حالا میفهمیم پدر و مادر چه نعمت بزرگی هم. خدا رحمتش میکنه. میدونی؟ به نظر من که کار کردن عیب نیست. بله، ولی برای دوتا دختر تنها خیلی سخته، اونم میونه این همه گرگ. درسته، ولی شما خودتون نشون دادین که یه پا شیرزنی. آغاز سال 1349 خورشیدی. عیدت مبارک آبچی. پیشرفت و سعادت ملت ایران. خوشی داری تو باشه. برای تو هم همینطور. ببخشید علی آقا مبارکا باشه. عید شما مبارک. امیدوارم امسال بخت برای این خونه رو بزنه. آی گفتی. اصلا نمیدونم مگه این حکیم ناشی لعنتی دستش چلاقه که بیاد در بزنه. من که واسه شوهر دلم لک زده. نه ترس، من به دلم برات شده امسال حتما یه نفر میاد سراغت. اگه اسرائیل نباشه خوبه. خدا نکنه دختر بیاد هم تو شیرین. بفرمین. متشکرم. اما سینام برم میخوایی به قد خونه بزنم. حالا؟ آره ممکنه مشتری بیاد. خیلی خوب برم. بیا این نقمه از دست من بخور. میدونی دلم میخواد این لحظه رو هیچ کدوم فراموش نکنم. این که معلومه، من هیچ وقت یادم نمیره. ولی ولی چی؟ ولی تو وقتی از پیش پدرت برگشتی میری تهران، تو اون شهر بزرگ با دخترای قشنگش، دیگه جایی برای گلی باقی نمیمونه. نه تو اشتباه میکنی، بعضی هستن که گلای وحشی صحرا رو خیلی بیشتر از گلای تربیت شده دوست دارن. من از اونا هستم. من تو رو از تمام دخترای دنیا بیشتر میخوام. میخوام تو برای همیشه مال من باشی. باور کنم. باور کن. آرزوی من اینه که یه روزی با تو زندگی کنم. فقط اجازه بده چند روزی برم شهرمون ببینم چه اتفاقی برای پدرم افتاده. زود برمیگردم. فکر میکنی برگردی؟ آره مسلمه، من دل و جونم اینجاست. به محض اینکه کارم تموم شد میام پیشت، قسم میخورم. حرف تو باور میکنم. منم قسم میخورم تا روزی که بیای چشم به راهت ببندم، حتی اگه اون روز روز قیامت باشه. قسم میخورم تا دنیا دنیاست غیر از تو هیچ کس رو دوست نداشته باشم. هیچ کس رو. خسته دست خر کتا، این گل مال منه.
بندی این گل را برای نامزد من میخوام. جناب علی برای کی میخوای؟ منم برای نامزدم میخوام. نامزدت؟ اون کدام دیوانه ایست که میخواد زن میختبیلی پای خلوص بشه؟ فاتی جون تو چشت چارتشه. اگر یک دفعه دیگه اسم فاتی جان منو بیاری اون چشمت در میارم. فاتی جون الهی قربونش برم. اگر دل جرأت داری یه دفعه دیگه بوتم مخو دو بریزم وسط بیابان. فاتی جون فاتی جون فاتی جون تو بزن مخو بریز دیگه. تو اصلا مخ داری؟ حکم باشی حکم باشی، گاوه من حالش به هم خورده، به نظرم میخواد بزاد. با من چی مربوطم؟ مگه من مامای گاوه هستم؟ پس من چی کار کنم؟ نکنه رو دل کرده باشه. نمیدونم والله. ببین چی میگم، امروز روز تعطیلیه، اگر میخوای من بیام سر مریض باید ویزیک من پنج برابر بدی. باشه حکیم باشه. خیلی خوب گوش کن رشید، ببین چی میگم. بله. فوری بودو یک بشکه سولفات سود غلیظ درست میکنی میدی گاو این بابا بخوره، شاید رو دلش باز باشه. یه بشکه؟ آها. بگو تو بمیری. تو بمیری؟ خودت بمیری. چرا؟ میخوای منو بفرست دنبال نخوزی، خودت برو دنبال فاتح جان. جوان مرده باز اسم اون آوردی، الان حسابت میرسن. نه دیگه از این غلطنه خود بایست بایست دیگه بایست. حکیم باشی چطور شد؟ آبشی گشتن جلو شد بایست. حکیم باشی چیه؟ تو داری گریه میکنی؟ دست خودم نیست، نمیدونم چرا دلم شور میزنه، به دلم برات شده که دیگه تو رو نمیدونم. آه تو رو خدا اینطور فکر نکن، من سر هفته برمیگردم، دلم میخواد وقتی از قطار پیاده میشم تو رو ببینم. باشه؟ باشه. باریکلا دختر خوب، حالا بیا باید چمدونم رو ببندم. میشه این عکس رو بدیش به من؟ آه چرا نمیشه؟ بیا مالکه. ببخشید خانم، علی آقا منزله؟ علی آقا؟ نه خیر، اون چند وقتی که از اینجا رفته. ده چرا از اینجا رفته؟ میدونین چهار ما کرایش عقب افتاده بود. و شما هم بیرونش کردین؟ بله. چاره ای نداشتم، اگه این یهش سنور کرایه را نگیرم از کجا زندگی بکنم؟ کرایه اون چهار ماش چقدر میشه خانم؟ من پدرشم، میخوام پولشو بهتون بدم. راست میگی؟ قابلی نداره، 320 تومن میشه. ولی شما هر چقدر دلتون میخواد بدید. نه همشو میدم، بفرمایید. دست شما درد نکنه. فقط اگه دیدینش بگین پدرت اومده تهران، بیاد میدون حجره میرزا حسین منو ببینه. چشم. خداحافظ. خداحافظ. کدوم بدهی؟ خیال میکنی به من روغن درد فروختم؟ البته که تو اون وقت که اومدی با آقای منو پنج سال اجاره کنی این حرف رو نزدی. برای اینکه اون موقع خیال بکردم استفاده میبرم. خوب خودت شاهد بودی، سال اول سرما تمام پرتغال رو از بین بود، سال دومم که محصول کم بود، امسال که پرتغال زیاده مشتریش کمه. تو فکر میکنی من این 450,000 تومان از کجا واسه بیارم؟ من چه میدونم، هر کاری یه وقت ضرر داره یه وقت منفعت. تو باید اجاره منو بدی. بفرمایید کف دستی که مون نداره داداشم بچه‌ش. من فتح‌الله خانو میشناسم، اون توی شمال 7-8 باغ مرکبات داره که خیلی میارزه. حالا دعواشون سر چیه؟ میرزا حسین باغای اونو 5 ساله اجاره کرده، اما تا حالا یه تک قرونی بهش نداده، برای همینه که روز جمعه اومده داد و فریاد میکنه. مگه اجاره نومچه رسمی نره؟ چرا؟ اما بیچاره راچای کارو بلد نیست، وگرنه میتونه 2-3 روزه پولشو وصول کنه. ببینم بابا، تو گفتی باشه آشنایی؟ بله، الان 10 ساله که من اونو میشناسم، هر وقتم میرم اون طرف ها چند روزی منو نگرم میداره. بوی پول بدم آقام خورد بابا. چطور؟
اگه ما طلبش رو وصول کنیم خودمونم میتونیم یه لفت لیستی بکنیم. بارا بابا بالم کوتره داریم چه طلبی چه پولی آخا حالا میبینی ازت بگیرم پدرت هم در میارم. پدر منو در میارم به منی بابا چیو رو بلو بنام بابا هم داره داریم مال مفخور مال مفخور من از یاد چی شده؟ بابا مگه خدا رو خود میاد با مردم اینطوری رفتار میکنی؟ نگاه کن بابا سرش داره خون میاد. اصلا این مردم دین و ایمون ندارن. آقا اومده طلبش رو بگیره باهاش اینجوری معامله میکنن. بفرمایید. این یه قطره که برای قلبشون نوشتم. چند روزی هم باید استراحت کنم. قطره. با اجازه خدا حافظ. خوش اومدی دکتر جون. خوش اومدی. دستت درد نکنه. خیلی بهتون زحمت دادم آقا مرتضی. باید ببخشید. این حرفا چیه؟ خونه خودته. تا وقتی تهرونی باید همینجا بمونی. دیگه حرفشم نزنی. ما خودمون براتون وکیل میگیریم. طلبتون هم 5-6 روزه وصول میکنیم. راستش میدونین من بیشتر برای این اومده بودم تهرون که شب عیدی پیش پسرم باشم. ولی اون خونهشو عوض کرده بود. منم نتونستم پیداش بکنم. شاید اونم اومده پیش شما. من همین الان با آدرس منزلتون تلگراف میزنم. اگه رفته بود اونجا فوراً بیاد اینجا. با اجازه. خیلی ممنون خدا هم بده مواظب فتوله خان باشی یا پذیراییشون با تو هست چشم دادش جون آره. بفرمه خیلی ممنون زهره دخترمه ده با ماشالله چه دختر قشنگی کنیز شماست البته اگه ما را قابل بدونیم سلام پسرم حالت چطوره؟ ببینم بابا خونه هست؟ نه نه اینا پیش تو منظورتون چی؟ الان 3-4 روز میشه رفته تهرون سلام آقا بفرمایید این تلگراف مال شماست از تهرون اومده از بابا امضا کنید لطفا منزل مرتضی خانم حالش هم خوب نیست من باید فوراً برگردم بهتره با طیاره بری آره فکر خوبیه ببینم آقا جان شما پول دارین 200 تومان دارم بسه بله فقط برای بلیط هواپیما میخوام ببینم شما مرتضی خانم میشناسین پدر دوست آشنا زیاد داره که من نمیشناسم مگه آدرسشو ننوشته چرا بازارچه نایب منزل مرتضی خانم ببخشید منزل مرتضی خان اینجاست؟ بله حتما شما پسر فتح‌الله خان هستید بله همینطور بفرمایید خواهش میکنم مرسی بفرمایید جریان طلب منو که از میرزا حسین میدونی پسرم مرتضی خان و اکبر آقا رو وکیل گرفتن همین روزا ممکنه تمام پولمو وصول کنن من اکبر آقا خیلی ممنونم این حرفا چیه وظیفه‌مونه اختیار دارین ولی شما از دوستان خوب پدر من هستین خواهش میکنم متشکرم درست حواستو جمع کن این پسره رو چند میلیون پول خوابیده قابشو بدوزی دلت خوش داداشا پسر اصلا به من نگاه نکرد نگاه کردنش مهم نیست پولاش مهمه شاید اصلا دلش پیش کسی دیگه ای باشه موسیقی
پسرم عاشق شده. اینطور که تو تعریف میکنی باید دختر زرنگی باشه. هم زرنگه هم تا دلتون بخواد ساده و نجیبه. درسته، دختری که بتونه تو این دور و زمونه نون خودشو با پاچی در بیاره ارزش داره. ولی من دلم میخواست تو با دختر آقا مرتضی عروسیم کردی، چون اونا خیلی تو این مدت به من محبت کردن. به هر حال خوشبختی تو بالاتر از این حرف هست. هر که تو دوست داشته باشی منم دوست دارم. ممنونم بابا، گلی از اون دختره یه که شما حتما میپسندید. پس چرا معطلی؟ فوراً براش کاغذ بنویس بیاد اینجا، میخوام عروس خوشگلمو ببینم. همه چی رو فکر کرده بودم الا این یکیو. فکرشو نکن، برای سنگولب کردن این دختر هزار جور ترک میشه جور کرد. مثلا کارت نباشه، وایس تماشا کن. کجا میری؟ دارم واسش قلیون میبرم. لازم نکرده، این دفعه از دولا میبره، صداش کن بیا. من اومدم لوکش جو، بفرمایید. ببینم تو میدونی صندوق پست کجاست؟ آها، این بغل دستی. بیا این کاغذ رو بنداز تو پست. آها، این 5 تومن هم مال خودت. دست شما درد نکنی، ولی کم بودیش ها. وقتی این نامه به دست گلی برسه نمیدونی چقدر خوشحال میشه. Come on, 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 come on
تموم شد، همه چی تموم شد، بالاخره محکوم شد، قرار شد تمام بدهکاریاشو یه جا به هم بده. همین روزا کلی پول. چی شده پسرم؟ برای چی ناراحتی؟ آو اصلا یادم رفته بود، آخه چطور شد که گلی جواب نامه های تو رو نداد؟ یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ راستش نمیدونم، دارم دیوونه میشم. یه عمو هم تو تهران داره، رفتم ازش سراغی بگیرم، ولی بدبختانه اونم از اونجا بلند شده بود. چرا خودت نمیری پیشش؟ شما اجازه میدی؟ حالتون خوب شده؟ به من احتیاجی نداری؟ معلومه که احتیاج ندارم، تو بهتره بری به زندگیت برسی. فوراً برو با هر وسیله‌ای که هست خودتو بهش برسون. ببین چی شده، شاید اتفاقی افتاده باشه. خیلی خوب باشه پدر، همین الان حرکت میکنم با هر وسیله‌ای که شده. تا یه هفته دیگه برمیگردم، قسم میخورم برمیگردم که با هم بریم تهران. برمیگردم چیه؟ مگه خبر نداری؟ برامون از سرون سفایی بهداشت فرستادن. پس نونه حکیم ناشی آجوشه. مثل که یکی دو روز پیداش نیست. آره رفتم به ایبال مریضه. اشتباه نمی کنی؟ نه بیا خودت ببین. دن وقتی حکیم باشی سواد نداشته باشی، میخوای سفرعلی داشته باشی؟ سلام علیکم سفرعلی. بیا اینو سفرعلی. بیا حکیم باشی عینکش همراهش نیست، نمیتونه اون تابلو رو بخونه، تو میتونی؟ البته، نوشته سازمان سپاه بهداشت گروه سرخ‌آباد. نفهمیدم از کی تالا آقا باسواد در شده؟ معلومه، من شبا پیش سپاهی دانش درس میخونم. بارو انشالله تو کجای کاری حکیم باشی؟ مگه نفهمیدی سفرعلی چی گفت؟ عوض منو تو دکتر ورز زدن، دکتر حسابی. مگه من ناحسابیم؟ ببینم تا الان کدام مریض از دست من سالم در رفته؟ خلاصه دیگه نون موف خوردن رین تن تن. نان موف؟ پس این گول قبضه بنایگی میدادم حساب نیست؟ الان میرم آی دکتر با مغز از اینجا میدازم بیرون. بابا مگه یادت رفته این خونه رو مردم به ما دادن؟ حالا هم دلشون میخواد بدن آقای دکتر. ببینم تو رفیق پلنگه سی من خره. بنده جد آبادم حکیم باشیم ولایت بودن، این شغل به من ارث رسیده، حالا بلش کنم برم؟ اصلا میدونی چی؟ من یکی نیستم، این مشکت، این هم سطل سلوفات دوسوله. منم همین الان میرم شاگرد فاطمه میشم و کار میکنم. رفتم تو رفتم. وایسه ببینم، وایسه منم میام. بیام من میخوام بیام فاطمه جانم ببینم، سوغاتی اگه خریدم بیش بدم. کما قصد تو یعنی کردم ای خدا چرا نمیسازده؟ چرا در قهوه خونه رو بستن؟ با نظرم قند چاییشان تمام شده. برای قند و چایی که قهوه خونه رو نمیبندن، حتما زغال سماورشون تمام شده. سلام علیکم باجی. ببخشید ابجی، شما نمیدانین چرا در قهوه خونه رو بستن؟ مگه شما ها نمیدونین؟ چی رو نمیدانین؟ که فاتی مرده. چی؟ بله اون الان زیر خروارا خاک خوابیده. اون امروز صبح رفت. Oh,
توتی جان سلام بهتر از جانم بلنشو ببین کی آمده حکیم نوشی حکیم نوشی تو نگاه کن برات خلخال آوردم که به پاهای قشنگت ببندی بلنشو با من حرف بزن بخند بخند بزن صدای خنده تو این هوا رو پر بکنه بخند بخند چیدن تمومش کنیم چقدر میخوایی یه گل جا بشینیم و قصه بخوریم گوش کن گل جون تو باید در قهوه خونه رو باز کنی با این کار خدا بیامر که زنده نمیشه نه من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم دیگه
نشد بابا، این چه جور زدنیه؟ تو چرا صدای گاو در میاری؟ باره پس من چیکار بکنم آخو قربان؟ نازوک میزنم میگی صدای خروس در میاری، کلوفت بزنم میگی صدای گاو در میاری، من چه خاکی بزنم بریزم؟ الان بهت میگم این دست منو نگاه کن، هر وقت من دستمو میارم پایین تو هم بیا پایین، هر وقت میبرم بالا تو هم برو بالا. این آشفل بگو دیگر یالا مطلع کن بیرم. حاضری سبر بکن. حاضری قایم. حاضری شلوق کن کن. مجا چه در مجا مدر ای خدا باره بابا خدا قدرت بیامرزه، تو که من کشتی با این تمرین کردنه تو نفس باز خدا وگی رو این طولومبه میزنه برای من باد کردن. خودت خنگ و بی استعدادی به امو تقی چیه؟ حالا استعداد منو نگاه کن ببین چی میزنم. بخ بخ بشه با بشه تمرین بکنیم، واقعا شاهکار کردی. رس میگم اون دقی آره پس باری گله با ما عرض بکنم جناب اموتقی دستتو وردار. اموتقی جان ما که میتوانیم بریم پشت رادیو بزنیم که مردم از صدای سازای ما لیزت ببرن؟ همین الان مرگو من؟ بله رادیو تو اتاقه، بریم پشتش وایسیم تا دلتو میخوا بزن چشتو گوشه. حالا دیگه نوازنده های به این خوبی رو مسخره میکنه. راست میگهد گوش کنیم ببینید چی میگم. بفرمایید. من تصمیم دارم یه ارکستر 3 نفره درست بکنم. اون وقت هم میتونیم تو کافه ها کار کنیم، هم تو عروسی ها و هم مهمونی ها. درسته. قرارداد ما تکلیف چیست؟ راستی گلی کجا؟ رفته آهنگای من صفو بکنید. معلوم بودی رفته تو خیابان دنبال علی بگردد. گوش کن پسرم، تو برای گلی هر کاری میتونستی کردی، براش نامه نوشتی، به محلش رفتی، ولی فایده ای نداشت، انگار قسمت نیست به هم برسیم. تقصیر من پدر، من باید زودتر میرفتم سراغش. در هر حال کاریه که گذشته، نباید افسوس خورد. من دیروز رفتم محضر، خونه بغلی مرتضی خان رو برات اجاره کردم. من به این نتیجه رسیدم که تو با دختر مرتضی خان عروسی کنی و یه سر و سامونی به زندگیت بدی تا منم با خیال راحت به شهرمون برگردم. با مرتضی خانم راجع به موضوع صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. من پدر، من نمیتونم این کارو بکنم. من و گلی برای هم قسم خوردیم که هیچ وقت هم دیگر رو فراموش نکنیم. من اگه شده تمام این شهر رو زیر رو کنم، اونو بالاخره پیدا میکنم. من غیر از اون به کسی دیگه نمیتونم عروسی کنم. من بدون گلی نمیتونم زنده باشم. چیکار میتونم بکنم؟ دلت میخواد از اینکه بهم دروغ گفتی، از اینکه چشم برام گذاشته بخندم؟ چی داری میگی؟ این من بودم که در تمام این مدت چشم به راه تو بودم. حداقل 20 تا کاغذ برات فرستادم، ولی تو یکیشو جواب ندیدی. اومدم محل سراغت، گفتن قهوه خونه رو فروخته و رفته تهران. حتی آدرسم نذاشته بودی که بتونم پیدات کنم. راست میگی؟ دروغم چیه؟ برای چی جواب کاغذهای منو ندیدی؟ برای اینکه اصلا کاغذی به دست من نرسید. اما اینا مهم نیست، مهم اینه که تو هنوز منو دوست داری، مگه نه؟ از جونم هم بیشتر. راستی من از اون پیش آمد خیلی ناراحتم. فاطیرا میگم او خودشو فدای من و تو کرد. شما اینجا این بچه ها؟ آه این پدرمه، بیا با هم آشنا بشیم. سلام آقا. سلام دختر، به سلیقت تبریک میگم، دختر خوب و قشنگیه. من کنیز شما. نه تو دختر منی، عروس منی. با اومدن تو به خونه دل پسرم چراغ امید منم روشن شد. میدونین آقا، من پدر ندارم، مادرم ندارم. شما اگه قبول کنین من میخوام از امروز به شما بگم پدر. آه دخترم، تو از امروز جزئی از زندگی منی و هر کاری میخوای بکن،
اصلا چرا وایسادیم؟ چرا کاری انجام نمیدیم؟ شماها باید یواش یواش به فکر زندگیتون باشین. من میرم لوازم خونه رو درست بکنم، تو هم گلی رو بردار ببر بازار رو هر چی دلش میخواد براش بخر. میخوام عروس من تو این شهر بهترین لباسا رو بپوشه، قشنگترین جواهرات رو به خودش بزنه. دیالا تکون بخور. این حرفا چیه؟ ما سعادت پسر تو رو میخواییم. جون شما عین حقیقته، مخصوصا که علی آقا تو این جریان حق داره. در هر حال شماها دوستی رو در حق من تموم کردید، من از شماها خیلی ممنونم. خب من دیگه با اجازه میرم خونه رو برای بچه‌ها رو به راه. میخوای منم بیام؟ نه راضی به زحمت شما نیستم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. خوش اومدید. ایوا چایی براتون آورد. ممنونم خانم، صرف شد. خداحافظ شما، خدا حفظتون کنه. خیر پیش. من اصلا آدم بدبخت و بدشانسی هستم. دشمنت بدبخت دختر؟ خیال میکنی علیاش دهنسوزیه؟ نه بابا، ما فقط پولشو میخوایم، تمام این کارام واسه همینه. ولی به نظر من همه چی تموم شد. راست میگه، با اومدن این دختر هر چی رشته بودیم پنبه شد، باید دندون تمر رو بکنیم. این حرفا چیه با؟ تا اینجا رسوندیمش اون وقت قیدشو بزنیم. آخه اگه علی نخواد به زور که نمیشه. علی کیه؟ کلک پدر و پسر میکنم، اون وقت تمام ثروت به کی میرسه؟ اگه پسرم نبودی بهت میگفتم حروم زاده. راستی عمو تقی، میخوام ازتون اجازه بگیرم گلی بیاد خونه ما زندگی کنه. آخه قبل از عروسی باید یه سر و صورتی به زندگیمون بدیم. درسته، ولی فکر نمی کنیم که مردم چی میگن. من که تنها نیستم، فعلا پدرم هم تو همون خونه با ما زندگی میکنه. تازه ما حکیم باشی و رشیدم با خودمون میبریم. خب اگه اینطوره اشکالی نداره. میگم چطور شما بیاین با ما زندگی کنی؟ نه ولی... راست میگه عمو جون، به همون خیلی خوش میگذره. نه دخترم، من به تنهایی عادت دارم. شماها برین، امیدوارم خوشبخت بشین. قربونت برم عمو جون. پس با اجازتون ما زودتر بریم خونه رو مرتب کنیم. پسره چه دم و دستگاهی داره براش میچینه. من داغ این زندگی رو به دلشو میذارم، مخصوصا که این دختره بعد جوری تو رو حالی با حالی کرده. خب اگه ازش خوشت میاد چرا نقشه‌ای که کشیدی اجرا نمیکنی؟ فردا شروع میکنم. منم درسمو فوت آبم، فقط فکر میکنم اون دو نفر مزاحم باشن، چون علی و پدرش که تو خونه نمیمونن، ولی اون دو نفر یه دقیقه گلی رو تنها نمیذارم. به موقع سرشونو به تاق میکوبم، کاری میکنم که فردا شب دستپاش بوسگردو گیر کنم. منم فردا اولین تو رو پن میکنم. همه اینا رو علی برام خریده. نگاه کن، پیرنی، چادری. راستی این گردنبند به هم میاد، خیلی قشنگه. خوش باحاله. علی آقا واقعا تو رو دوست داره. خب منم اونو خیلی دوست دارم. باید هم داشته باشی، تا اگه جونت هم فدای اون کنی کار مهمی نکردی. ولی حیف که... حیف که چی؟ هیچی، ولش. نه تو رو خدا بگو، انگار میخواستی یه چیزی بگی. چیزی نیست، بیترسم ناراحت بشی. از حرف تو که ناراحت نمیشم، بگو. خیلی خوب میگم. گوش کن گلی، من تو رو مثل خواهرم دوست دارم. دلم میخواد تو علی آقا واقعا خوشبخت بشی. خب حالام هستی؟ البته، ولی باید یه کاری کرد که این خوشبختی دوام داشته باشه. چطور مگه؟ یعنی ممکنه؟ خب بله، تو رسم تهران رو نمیدونی. اگه یه زن کاملا مطابق میل شوهرش نباشه، فوراً دلشون میزنه. منظور چی؟ ببین مثلا تو اگه ندونی چه جوری خودتو بزک کنی یا سرتو چه شکلی درست کنی، علی آقا خیلی زود ازت خسته میشه. مگه من همینطوری که هستم عیبی داره؟ خب بله، تو باید تمام کارهایی که زنای شهری میکنن یاد بگیری. لباسای مد روز بپوشی، آرایش کنی، سینما بری، تئاتر بری، تا بتونی علی رو همیشه واسه خودت نگه داری. آخه من که از این کارا بلد نیستم. مثلا گفتی کجاها باید برم؟ سینما، تئاتر، آرایشگاه. ببین گلی جون، من چون تو رو مثل خواهرم میدونم، حاضرم همه اونا رو یادت بده. راست میگی؟ البته. همین امروز اول میبرمت آرایشگاه، بعدم با هم میریم سینما. وای چه خوب. پس زود باش را بیفت بریم. ولی بهتره به علی بگم. لازم نیست، را بیفت بریم. خیلی خوب بریم. ده بیان دیگه. دست پاشی دفون داری میگه. منو نندازه. بذارش پایین. نه
بخریم. اوه چه رو بفرمیم آره سلام علیکم جاهل نشو میخواییم بگم بیاد سر می اکبر جان با مرگ تو اگه این کارو بخونی از تا عمر باشه وقتی از پشت سن اومد بیرون میگم بیاد این اکبر آقا با مرگ تو من رشید خان حاضریم هر شب در خدمت جناب علی باشیم مخصوصا که هر شب یاد از لباسم برمون بخریم بابا دهنته شش تو چقدر پرتمه ایره امشب اکبر آقا به خاطر اینکه ما ستایی همرنگ باشیم ما یکی یه دست لباس برای ما خریده حالا تو به خاطر این کلکا میخوای مغازه لباس فروشی باز بری تو پابره نپریدی تو حرف ما خیلی خوب با هم دعوا نکنی شما هر چی بخوای من براتون میخرم بلمون نداریم من دارم گفتش نکنم آهای مستخدم بله گفتم فرمایشی داری بله گفتم فرمایشی داریم ببینم باقلاقا توق نداری چی فرمودی میرزا قاسمی باقلاقا توق نداری؟ نه قربون نداری خیلی خوب، سه چهت از این مرغای سیخ کشیده، شیش هفتم از این شیشه های پر بردنگیه چند تا شیشه؟ بله دیگر باشتی نگاه میکنی باید روزو شده یه لحظه از اومد درده آره مرزو تا هشت و نه و ده بیا گواه سر تو شده امشب و فردا اونا رو پیش خواهید نگرده چشک برقا خیالت راحت قربون تو من دیگه واسه برم اگه پرسیدم بگو برمیگرده خیالت خوش هست قربونت برم شبت بخیر مگه دیوونه شدی؟ چرا لغوه گرفتی؟ داری میاد چرا نشسته پاشو برو بیرون؟ خاک بسترت کنم الان آبرومونو میبری پاشو برو بیرون اگه چی به پس نشونت میده خاک بر سر بی تربیت ایک بیری چی شد گلی جون؟ هیچی کار بی تربیتی کرد یا بری؟ بلش کن یلا سلام علیکم یه بالا بفرمین گلی خانم آخه غریبه که نیست داداشمه یال سوار شد بفرمین اجازه کی خودتو اینطور جلب درست کردی؟ جلب؟ من همه این کارا رو برای تو کردم ببینم مگه خوشت نیومد خیلی خوب بسته دیگه تو این وقت شب کجا بودی؟ با اکبر کجا رفته بودی؟ با زهره رفته بودیم سینما اکبرم با تون بود؟ نه وقتی از اونجا اومدیم بیرون دم در دیدیمش من نمیخواستم سوار ماشینش بشم زهره گفت ببینم علی جون کار بعدی کردم گوش کن تو این شهر و مردمشو درست نمیشنسی نمیدونی زیر بعضی از این لباسا چه گرگایی خوابیده تو هنوز مثل گلای صحرا پاک و دست نخورده برای همینی که عرضشت از تمام دخترای رنگ و روغن زده بیشتر من تو رو همونطور که بودی میخوام ساده و بی آلایش حالا قول بده چشم قول میدم مال من طلبت بفرما بفرما تو دم در باتو آمن رشی جان جان چما هیچ میدنی ما الان وارد کجه شدیم الان ما وارد بهش شده این راست میگی بس بریم عوضی آمدیم گلی جان دلواپسه اونجا رو
چرا وایسادین؟ بیاین جلو. آمدم قربان جون. اونجا قدقنه اون مال منه، تو برو باز خودت رو پیدا کن. تو نرو، این دفعه دیگه موضوع رقابته، حواست جمع کن. نفهمیدم این دختر از تو خواه قدرقه من شده باشه. خود دعوا نکنین، من واسه هر دو تو میمیرم. جان من پس چیز کن دوزه؟ آره میدونم، خودم وارد. اوزت چقدره؟ همه رفتن، خودش تنها. پس باز دست به کار بشین، تو که درست تو روونی و از طولام گفتی چی کار بکنم؟ آره، ولی نمیدونم چرا دلم شور میزنه. ببینم تو مطمئنی که نقشه هم گیره؟ درصد، امروز این غزال وحشی تو چنگ من دست و پا میزنه. زود باشین را بیفتین، باز بریم پیش علی آقا. چی شده مگه؟ والا چی بگم، البته ناراحت نشین، چیز مهمی نیست. چی شده؟ برای علی اتفاقی افتاده؟ چی بگم، وقتی بیایی همه چی رو میبینین. به زود باشین، تا دیر نشده باز بریم. خودت بهم کمک کن. چی شد؟ من که دارم دیوونه میشم، تو رو خدا یه چیزی بگی. من از نهرم چیزی بگیم، علی آقا خودشون واسه تو میگم. گالی گلی خانم اینجاست؟ گلی خانم؟ آخ بابا اینجا که خندیدم. برای چی میخندید؟ آخی شما خودتون بهتر میدونید. چی رو میدونم؟ که با اکبر آقا رفته گدر. درست حرف بزن احمق. اصلا به من چه مربوطه؟ نه یه دقیقه صبر کن، صبر کن. بیا حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که نیفتاده، گلی خانم به اکبر آقا گفت من دلم خیلی گرفته، یکی با ماشینت منو ببر بیرون بگردون. بله اکبر آقا بردش باغ نیاورون که دلش باز بشه. زهره خانم کجاست؟ صبح رفته خیابون هنوز بر نگشته. اونا حلالزادش اومدش، خودشی نگاه کن. سلام علی آقا. چه عجب، بفرمایید. خیلی متشکرم. ببینم شما این جریانو میدونی؟ کدوم جریان؟ که اکبر و گلی رفتن باغ نیاورون. نه من نمیدونم، کی به شما؟ من بهش گفتم، من خودم با گوشای خودم شنیدم که گلی خانم به اکبر آقا گفت منو ببر گردش. توف لجنه کسافت، حیف شما نیست که میخوان یه همچین زنیو بگیری؟ شما میدونین اون باغ کجاست؟ بله، آخه مال یکی از فامیلامونه. برم کن، برم کن. نه Thank you.
چیزو میدونم، اینم میدونم که به هیچ کس نباید اعتماد کرد، مخصوصا به امثال تو. به خدا تو داری اشتباه میکنی. اسم خدا رو نبر. تو خجالت نمیکشی با اون دهن نجستت که بوش حال آدمو به هم میزنه اسم خدا رو به زبون میاری؟ علی، دختری رو که مثل فرشته های آسمون پاک و معصوم میدونستم ببین از کجا سر در آورده. ای خدا، دستشو. نمیتونم. لعنت به لعنت به این زندگی. آخه چرا باید تو سر راه من قرار بگیری؟ چرا باید به تو دل ببندم؟ چرا؟ تو لیاقتشو نداری؟ تو نباید از یه دختر قویچی که معلوم نیست هر روز با چند نفر سرکار داشته بیشتر از این انتظار داشته باشی. به من تهمت نزن. چرا نزنم؟ تو باعث شدی که برادرم به این حال بیفته. از اون گذشته حیفت نیومد با جوونی مثل علی آقا یه همچین معامله‌ای بکنی. شما هر چی می‌خواید به من بگید، ولی من پاکم. اون به من کلک زد، دروغ گفت، منو با حق بازی به اینجا آورد. علی، تو باید حرفای منو باور کنی. تو نباید با چشم بد به من نگاه کنی. به خدا من میگناهم، قسم میخورم. دیگه همه چی تموم شد. تو منو بین مردم سرشکسته کردی. بهتره برای همیشه همدیگر رو فراموش کنیم. برای همیشه. سلام. ببینم این چه سر و وضعیه؟ دیگه همه چی تموم شد، دارم میرم پیش عمو تقی. ببینم تو چیزی از این جریان فهمیدی؟ منم نفهمیدم. باید دو مرتبه برگردیم با عمو تقی تمرینی بشیده باشن خنده داره بکنم. منو دختری که من میشناسم محالی همچی کاری کرده باشه. چی میگی پدر؟ من خودم دیدم با این دوتا چشما. بازم ممکنه اشتباه کرده باشه. آخه رفتن توی اون باغ دلیل کار بد نمیشه. مشروب خوردن و بدن نیمه لخت هم دلیل نمیشه. والا نمیدونم چی بگم، ولی از گلی نمیشه این کارا رو باور کرد. یعنی دختره ممکنه به این زودی رنگ عوض بکنه، اونم تا این حد. حالا که دیدی عوض کرد، بیشتر از اونی که فکر میکردی. کن پدر، من تصمیممو گرفتم، میخوام با دختره آقا مرتضی عروسی کنم. چی؟ Thank you.
مبارک باد بنوازن. مبارک اینشالله. ما مجلس رو گرم کنیم، ما باید بریم. اولا برای دلخوشی منم که شده یه لبخند بزن، آخه این شب عروسی ماست، من زن تو هستم. من که از اول بهت گفتم فعلا غیر ممکنه من یه شوهر خوبی بتونم برای تو باشم یا هیچگونه روابط زن و شوهری با تو داشته باشم. خواهش میکنم زهره، بذار راحت باشم، به من مهلت بده، شاید زمان همه چیزو عوض کنه. بخواب دینقه گور میشونی همش تقصیر من بود. اگه من میدونستم که عروسی علیه، باعث ناراحتی تو نمیشدم. تازه کسی هم که ما رو دعوت کرده اصلا من نمیشناسم. عیبی نداره عمو جون، هرچی بود گذشت. من خیال میکردم اگه تو رو با خودم به این عروسی بیارم شاید یه خوده غم و غصت رو فراموش بکنم، ولی گردنم بشکنه. چه کاری کردم؟ مارمو هنوز جایی نشستن ما گرم نشده، باید برگردی. چقدر قور میزنی، کاری تو بکن. چشم. میدونین بچه ها، من راضی نیستم شماها بیاین. چرا؟ من خودم تنهایی میرم، شماها که نباید با آتیش من بسوزید. این حرفا چیه تو میزنی؟ من به خودم منظوری نداشتم، من حاضرم این جهن نقابل منو فدای تو بکنم. ممنونم، تو خیلی مهربونی. قربان تو برم الهی. بابا جان کار تو بکن، قطر الان یه ساعت دیگه حرکت میکنه. لا اله الا الله، یه دفعه دیگه اگه حرف بیجا بزنی هم که با این مشت میزنم به کجا؟ به مغز خودم، به مغز خودم، به مغز خودم. نهار میای؟ نه، شما نهارتون بخورید. آرسته گوش کن، بابام حالش خوب نیست، تا بیدار نشده صداش نکن. باشه؟ باشه. سلام علیکم. سلام، بفرمایید تو. سلام داداش جون. سلام آبجی، چطور متری؟ خوبم. میزونی یا نه؟ صبحونه خوردی؟ آره، کله پاچه زنم. پس چایی که میخوری؟ نه، بعدم نمیاد. بیا تو الان درست میکنم. برو درست کن. ترکی تو چرا جوش نمیای؟ آخه اینم شد شوهر، نه به من نگاه میکنه نه با هم گرم میگیره. ببینم پس تمام اون نقشه ها رو برای چی کشیدی؟ ای بابا، مثل که تو اصلا از مرحله پرتی. ببین اگه قرار باشه اینجوری زندگیم پیش بره قید همه چی رو میزنم. گوش کن خواهر، بس چایی رو دم کنم الان برمیگردم. داداش جون ببین آبجی، ما همه این کارا رو واسه پول اینا کردیم، نه روسی تو علی. چی میگی داداش؟ اینا مثل گرگ رو پولاشون خوابیدن، کجا به دست ما میرسه؟ هنو دیر نشده. من که تا اینجا رسوندم، باقیشم تموم میکنم. باز یه مدتی بگذره هر دو رو میفرستم که عروس محله، بعد تمام دار ندارشون رو بالا میکشم. دوزک نمیر، بهار میاد کمبوزه با خیال. اگه یه خورده دندون رو جگر بذاری درست میشه. میترسم تا اون وقت دقمرگ بشم. Oh, my God.
الله اکبر، چه بلای ناگهانی، چه اتفاق شومی. باید این اتفاق می افتد. از قدیم گفتم چوب خدا صدا ندارد. منظورت چیه؟ خودم بهتر می دونم. بچه های من به تیر غیب گرفتار شدن. کجا هستن؟ زهره کن تو اتاقه نگاه کن خواهد باید حرف بزن. خیلی زهره، زهره اومده. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم علی، میخوام حقیقت رو برات بگم. حقیقت؟ آره، شاید باره گناهام کمتر بشه و راحت تر بمیرم. گوش کن، گلی بیگناه. من و اکبر باعث بدنامی اون شدیم. بفرمایید علت مسمومیت معلوم شد. چطور؟ ملاحظه بفرمایید، تو گوری یه دونه عقرب افتاده. عجیبه. باور کن گلی، از گلم پاکتره. علی ازش بخوا منو ببخشه، شاید خدا از گناهامون بگذره. که اصلا سردر نمیارم، نمیدونم بیمارش چیه، ولی هرچی هست داره مثل شم تمومش میکنه. یعنی شما نمیتونین این کاری براش بکنین؟ فعلا این دواها رو بهش بدین. بفرمه اگه به هوش بیاد خطر رفت میشه. در هر حال خدا باید بهش کمک کنه. خیلی ممنون. بعد از ظهر بازم من یه سری بهش میزنم. ای خدا، فعلا خدا حافظ. قربان قدمت. خدا حافظ شما. ای دکتر قربان شما. گلی سلام. گلی منم علی. چشماتو باز کن. شب به هوش اومد. باید به علی خبر بدیم. زندگی شیرین ما، زندگی شیرین ما، شیرین تر از شیرین بلا. از خوشی غافل نشو، از خوشی غافل نشو، خوش بگذرون این زندگی را. هر کسی با که دلش لطف خدا پشت و پناشه.